مهمان امشب ما هنرمندی است از شهر خودمان که سالهاست به طور تفننی در زمینه نقاشی فعالیت دارد. آقای ایرج نیکزی که برای خلق آثار هنریش از طبیعت الهام می‌گیرد، مانند بسیاری از هنرمندان ایران، هنر نقاشی را با ترسیم اشکال گوناگون بر دیوار خانه‌اش آغاز نمود. نقاشی با آب رنگ را در بسیاری از مواقع به رنگ روغن ترجیح می‌دهد. نقاشی را وسیله‌ای می‌داند برای فرار از مشغله فکری و دنیای پرسر و صدای امروز. به مصاحبه کوتاه ما با ایشان توجه بفرمایید. آقای نیکزی سلام. خیلی ممنون از اینکه لطف کردین و این فرصت رو به ما دادین که با کارهای هنری شما آشنا بشیم. ممکنه لطفاً ضمن معرفی خودتون برای بینندگان عزیز ما توضیح بدین که کی و چطور به کار نقاشی علاقمند شدید؟ من خیلی ممنونم از اینکه به این برنامه دعوت شدم. اسم من ایرج نیکزی است و اول باید عرض کنم که هنر نقاشی جنبه تفننی برای من داره و جنبه حرفه‌ای نیست. اینی که واقعا از این هنر لذت میبرم. اولین باری که من حس کردم که به نقاشی علاقه دارم سنین 5 سالگی بود که با کشیدن عکس و سایر چیزها روی دیوارهای سفید منزلمون تمرین میکردم. و بعد از اون بعد از یه مدتی کم کم پیشرفت کردم توی هنر نقاشی و میتونم بگم برای اولین بار که دیگران توجه کردن که من استعداد در این مورد دارم در حدود سن 11 سالگی بود که یکی از همشیره‌هام از مدرسه اومده بود و قرار بود یک گلی بکشه و نمیتونست بکشه و واقعا ناراحت بودش روی ها و من شروع کردم براش این گل کشیدن و همه واقعا تعجب کردن که چطور امکان داره یه بچه 11 ساله بتونه به این خوبی عکس بکشه. اون موقع بود که همه حس کردن که من به هنر نقاشی بی‌اندازه علاقه دارم و استعداد دارم. آقا نیکزی، میدونیم که در ایران نقاشی چندان هنر مورد توجه خانواده ها نبوده و به طور کلی پدر مادرها مشوق خوبی برای بچه ها نبودن. چطور شد که شما تونستین با توجه به همه محدودیت ها به فعالیت هنریتون در زمین نقاشی ادامه بدین؟ فقط ایران نیستش که نقاشان مشوق ندارن. میتونم بگم این موضوع در تمام دنیا اینجور هست که نقاش ها هیچ موقع کسی رو نداشتن که از اونها رو تشویق بکنه و به خصوص در ایران البته. و خود من هم در میتونم بگم در دوره کودکی کسی به من کاری نداشت، یعنی نه تشویقم میکردن نه سرزنشم میکردن و به طور کلی روی علاقه بی اندازه خودم بود به هنر نقاشی که من توجه به کسی نداشتم و کار خودم رو ادامه میدادم. آقای نیکزی، شما معتقد هستین که اصولا آموزش نقاشی در بلوغ فکری بچه ها در زمین نقاشی مؤثر هست یا نه؟ و آیا خودتون اصولا در این زمینه تعلیمی دیدین و به کلاس خاصی رفتین؟ اگر اون کودک هایی که شما صحبتش رو میکنین اگر واقعا استعداد داشته باشن خیلی ثمر بخش هستش، برای اینکه نقاشی غیر ممکنه بدون داشتن استعداد پیشرفتی برای شخص ایجاد بکنه. استعداد و علاقه زیاد باعث میشه که یه نفر بتونه نقاش خوبی بشه. در غیر این صورت کسانی که بچه های خودشون رو به مدارس میفرستن برای تعلیم بدون داشتن استعداد به جایی نمیرسن. در مورد بنده هم من در دوره ابتدایی جوانیم هیچ گونه تعلیمی در مورد نقاشی ندیدم و متاسفانه در خانواده ما فکر میکردن که چون یک هنر خدادادی هستش احتیاج به تعلیم نداره و من خودم ادامه دادم و تمرین کردم و سالهای سال طول کشید تا اینکه پی بردم به حقایقی که میتونستم با داشتن یک استاد زودتر اینا رو بیاموزم. آقای نیکزی، همونطور که میدونیم در نقاشی سبکای مختلفی وجود داره. میخواستم از اون بپرسم که سبک مورد علاقه شما چی هست و چطور شد که این سبک خاص رو انتخاب کردی؟ سبکی هایی که من واقعا علاقه بهش داشتم از ابتدای امتحانات سبک ریالیزم هستش که
بی اندازه علاقه من هستم و دلیلش هم اینه که این تنها فقیده من یه سبیه که شما میتونین احساسات خودتون رو به نحوه که میخواین روی تابلو بیارین و دیگران بتونن با اونو درک بکنن و همچنین میتونین زیبایی طبیعت رو اونطوری که هستش روی پرده بیارین. وقتی که من یه نقاشی ریلیستیک رو ایجاد میکنم تا یه حدی به جزئیاتش خیلی توجه میکنم، ولی سایر قسمت هاشو که مثلا پشت این تابلو هستش توجه دیگه ندارم، برای اینکه قسمت اصلی که میخواستم ایجاد کردم. خب آقای نکسی خیلی ممنون و متشکر که به برنامه ما تشریف آوردین و در مورد کار و فعالیت هنریتون در نقاشی برای بینندگان عزیز تلویزیون یاران من صحبت کردیم. به متشکرم خانم. بینندگان عزیز، در اینجا از شما خواهش میکنم که به چند نمونه از کارهای نقاشی آقای ایرج نیکسی توجه بفرمایید.